به نام یاد خدا و با عرض سلام و درود خدمت تمامی شما هموطنان عزیز و دوستایی که همین اکنون شبکه جهانی دریچه بهار را تماشا میکنین. آرزوی صد سلامتی به همه شما خوبان دارم. تمنا دارم لباس عافیت بر تن داشته باشین و در کانون گرم خانواده شب روز خوبی را سپری بکنین. در برنامه تلویزیونی دریچه بهار در بخش هنر آوازخوان بسیار خوبی را با خود داریم، آقای مرتضی مهرابی، از جوانایی که سالهای زیاد میشه به اروپا زندگی میکنند و خارج از افغانستان هستند، آوازخوان بسیار خوب هستند. امروز در برنامه با ما هستند، باشان صحبتهایی داریم، حرفهایی داریم. آقای مهرابی سلام خدمت شما و بسیار تشکر از اینکه فرصت دادیم تا یکی از برنامه را با شما ثبت کنیم. در قدم اول سلام احترامات شما تقدیم میکنم و همچنان سلام های درم خدا برای تمام بیننده‌های عزیز تقدیم میکنم. امیدوارم هر جای دنیا هستن خوش و سلامت باشید. سلامت باشید. در آغاز میخواییم سوال بکنم، دلایلی که شما را مجبور یا وادار و ایزا که شما باید موسیقی را انتخاب بکنین، او در چی بود؟ یا در وجود خود موسیقی را میدیدین و احساس میکردین که شما باید در آینده آوازخوان باشید؟ خب ما 27 سال میشه در جرمنی که در خانواده خود زندگی میکنم و ما بسیار خرد بودم که در جرمنی آمدیم و در سنهای 10 سالگی فارسی بسیار ضعیف بود که پدرم تصمیم گرفت که برام به رشته موسیقی، به خاطر پدرم خود شوقی میخوانه، گفتم خواندنای فارسی یاد بگیری که زبان مادریت از دست ندی. باز شروع کردیم، رفتیم در کورس موسیقی و شروع کردم آوازخوانی. بله بسیار خوب. و میشه بگوین که پیش کدام استادا کار کردین؟ ما پیش پیش وید ویدی درس یاد گرفتم، درس آوازخوانی محلی و پیش استاد تیموشا صدوزای و پیش علی اعتمادی. شما زمانی که به موسیقی در ابتدا یا در آغاز پا گذاشتین و کار کردین و فعالیت ها رو شروع کردین، کدام هنرمند به شما احساس میداد و انرژی میداد که شما آماده ازی شدین که یک آوازخوان باشین و همیش آهنگای زور تماشا میکردین یا میشنیدین و او شما رو این احساس هم داد که شما میتونین روز در جایگاه از او یا بالاتر از او یا پایینتر از او باشین؟ خب من زیاد علاقه دارم به احسان آمان استاد و احمد زایر زیاد علاقه دارم و هنوزم خواندنایش گوش میکنم، یکم خواندنایش برای خود نوشته میکنم و تمرین میکنم که در ارمنیا زمزمه میکنم. مرتضی جان، در پالی از اینکه شما آوازخوان هستین، میخونین، به آلات موسیقی هم دسترسی دارین، خب بدون شک یک آوازخوان باید به نواختن آرمونیا و کیبورد در پالویش کمتون تبله به خاطر از اینکه سر لایه بتانه کنترل بکنه. در پالی از این سه آلی موسیقی شما دیگه به کدام آلات موسیقی دسترسی دارین و میتونین بنوازین؟ خب ما گیتار کار میکنم و آرمونیا و آوازخوانی بس دیگه. بله، یعنی در آینده میخواین که مثل کدام هنرمند و در جایگاه از اونا قرار داشته باشین و شما هم از شهرت و محبوبیت خاص برخوردار باشین؟ خب هر کس جای خدا داره. من هیچ وقت نمیتونم بگم و میخوام احمد زایر باشم، هیچ وقت نمیتونم او رو شما، ولی دوست دارم یک چنگش از احمد زایر شما. یعنی در آرزوی ازی هستین که شما یک وقت مهرابی باشین و شما رو به اسم مهرابی هم باشین؟ چیز تحفه آماده دارین به خاطر دوستا منتظر هستن؟ بله. از صدای شما لایف بشنون و هزار دفعه چرا نه، اونا هم تماشا بکنن که آقای مهرابی تا چی اندازه زحمت های بسیار خوب و صادقانه در موسیقی کشیدن. کدام آهنگ میخواین به ما زمزمه بکنین؟ ما خودم کمپوز جور میکنم. بله. شعر از خانم نظیفه یعقوبی میگیرم، یک شاعر ایرانی است، خود ایران زندگی میکنه، شعر از اون میگیرم. باز برای جوانان مثل الماس فرحی برایشان شعر کمپوز میدم. خب شعر از اونا میگیرین و شما در قالب کمپوز میرین و هنرمندای دیگه کمپوز میکنن؟ بله. خب موضوع بسیار خوب را اشاره کردین. میشه بگین در کل در پالی از یک آواز میخوانین؟ بله. چون کمپوز شما درست کردین و الماس جان فرحی را گفتین، دیگه به کدام هنرمندا شما تبال کمپوز؟ خب ما یک 7-8 تا شعر کمپوز آماده دارم. بله. یکیش خب فعلا دادم برای الماس فرایی و کوشش میکنم که جوانایی که میخوایم علاقه دارم برایشان کار بدم. بله. مهرابی عزیز، موضوع بسیار خوب را اشاره کردین. شما گفتین که یکی از شاعرای فارسی زبان، البته یکی از خانمایی که شاعرای ایران هستن، شما شعر میگیرین.
تفاوت‌های زیادی در زبان فارسی و دری که در افغانستان تکلم میشه وجود داره و شعرهای ایرانی خب بدون شک جایگاه خاص خود داره، علاقه‌مندان خاص خود داره. آیا دسترسی و معرفی با شاعرای افغان معرفت ندارین که از اونا شعر بگیرین و شعرهای افغانی را کامپوز بسازین و بخونین؟ چرا، ولی ما زیاد نفرای نمیشناختم، فقط خانم نظیفه یعقوبی میشناختم که قدیم همکاری کرده، و چرا نه اگه بشناسم شاعرای خوب افغانستان چرا نه قدیشان کار میکنم. بغیر از زبان دری دیگه به کدام زبان ها در این مدت آهنگ خواندین؟ فقط دری. خب در آینده اگر ما شاعرای را به شما معرفی بکنیم، شاعرای برجسته افغانستان، شما حاضر هستین شاعرای از اونا را انتخاب بکنیم؟ چرا نه، هزار دفعه پشتو باشه چرا نه، دوست دارم بخونم. بله بسیار خوب، زمزمه ایسا مقبول شما را بشنیم، آماده هستیم؟ باشه، هزار دفعه. دوستان عزیز، آوازخوان بسیار خوب مرتضی جان مهرابی، جوانی که زحمت و فعالیت‌های خوب و زیادی کشیدن در موسیقی افغانستان و صحبت‌های با ایشان داشتیم، صحبت‌ها در همین جا به پایان میرسه و می‌خوایم در اخیر یک آهنگ بسیار زیبا را لایف و شما اجرا میکنن، مثل همین زمزمی که داشتن، آهنگ محلی است که خودشان معلومات خود دادن و همکارایشان که آلات موسیقی را می نوازه، محمد جان که برادر از اینا هستن، مسئولیت نواختن تبله را به عهده دارن، و همچنان امید جان که اونا هم برادرشان هستن کیبورد. در آغاز گفتن پدر جانم شوقی موسیقی را دوست داشت، اینا ماشاءالله همه جوانا و همه بشار به موسیقی رساندن. بله. کدام آهنگ می خواین بخونین و در مورد آهنگ هم معلومات؟ یک آهنگ از وحید جان صابری است. بله. آهنگ لیلا 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 نازم لیلا، همونطور هستی؟ ما برای شما میخوام. خب بسیار خب، بسیار زود تشکر از شما، سلامت باشید. آهنگ بسیار زیبایشان را با هم یک جا تماشا میکنیم، شما را با خداوند یکتا امانت میکنم. زنده باد افغانستان. Let me show.